برک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ترکیه خواست تا از تنش‌های پیش آمده با روسیه بکاهد و مرز خود را با سوریه ببندد تا راه تأمین مالی شبه نظامیان داعش بسته شود. آقای اوباما روز سه دهم ده آذر ماه در یک نشست خبری در حاشیه نشست تغییرات آب و هوایی پاریس گفت ترکیه در زمینه بستن مرز خود با سوریه مقداری پیشرفت داشته است اما گروه داعش هنوز از رخنههایی در مرز برای تردد جنگجویان و فروش نفت استفاده می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهوری آمریکا گفت باید راه آنها را ببندیم باید راه پول درآوردن آنها را ببندیم باید راه ورود جنگجوهای تازه به صفوف آنها را ببندیم زیرا همانطور که میدانید تا الان ده ها هزار تن از جنگجوهای آنها را از میدان به در کرده ایم رئیس جمهوری آمریکا در پاریس با همتای ترکیه خود رجب طیب اردوغان دیدار کرده و به او گفته است که کار سرکوب داعش باید از سوی همه طرف ها تعقیب شود آقای اوباما گفت ما همه دشمنی واحد داریم و درخواست من این است که تمرکزمان بر این تهدید باشد وی تصریح کرد ایالات متحده از امنیت ترکیه به عنوان عضوی از پیمان ناتو و همچنین از حق ترکیه برای دفاع از خود حمایت می کند. رئیس جمهوری آمریکا درباره تحولات سوریه نیز گفت محال است اسد کشور خود را متحد کرده و راه حل سیاسی را رهبری کند ما خواستار نقشی برای گروه های اپوزیسیون میانه رو در راه حل بحران سوریه هستیم وی تاکید کرد میتوان بدون اسد سازمان های کشور سوریه را سر پا نگاه داشت و میتوان به موازات جنگ علیه داعش در تلاش برای یافتن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه پیش رفت وی گفت درباره آینده اسد در هر گونه راه حل سیاسی برای بحران سوریه با روسیه اختلاف نظر داریم پوتین میداند بحران سوریه راه حل نظامی ندارد آقای اوباما تصریح کرد نقش روسیه در حال حاضر بر حمایت از اسد متمرکز است مسکو باید به اعتلافی که علیه داعش در سوریه میجنگد بپیوندد آقای اوباما گفت که چند هفته حملات هوایی روسیه در منطقه به تغییر قابل توجهی در مناقشه سوریه منجر نشده و زمانی فرا خواهد رسید که آقای پوتین تشخیص خواهد داد که نمیخواهد در منجلاب دیگری فرو رود. وی تصریح کرد انتظار چرخشی 180 درجه ای در استراتژی روسیه در هفته های آینده را ندارد اما در ماه آینده ممکن است تغییری در محاسبات روسیه اتفاق بیفتد. در همین حال در روسیه دولت این کشور مصوبه ای را برای اعمال تحریم علیه ترکیه در پاسخ به سرنگونی جنگنده روس توسط آنکارا که هفته گذشته در مرز مشترک ترکیه و سوریه انجام شد تصویب کرده است این مصوبه که روز سهشنبه دهم آذر ماه توسط دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه امضا شده از تاریخ اول ژانویه واردات مواد غذایی از جمله گوشت تیور، سبزیجات و میوه های خوش، یخزده و تازه و میخک را ممنوع کرده است. این مصوبه فعالیت های کمیسیون بین دولتی روسیه ترکیه در امور تجارت و همکاری اقتصادی و همچنین تمامی مذاکرات مربوط به سرمایه گذاری و تجارت دوجانبه را به حالت تعلیق درآورده است. همچنین بر این اساس تعداد مجوزهای سالانه برای سال 2016 جهت حمل محموله ها از طریق زمینی به 2000 عدد کاهش داده شده و احتمالا تمامی آنها لغو خواهد شد. بر اساس این مصوبه شهروندان ترک که قرارداد کاری یا مدنی آنها قبل از 31 دسامبر 2015 امضا شده از اول ژانویه 2016 اجازه کار در روسیه را نخواهند داشت. قرارداد دو جانبه در خصوص سفر بدون نیاز به روادید به دو کشور و همچنین پروازهای چارتری میان دو کشور به غیر از مواردی که جهت بازگشت شهروندان روسیه از ترکیه است لغو خواهد شد. همچنین انجمن تورگردانان روسیه اعلام کرده است که برنامه تورهای خود را به ترکیه کاهش خواهد داد. وزارت علوم و آموزش روسیه نیز اعلام کرد که همکاری خود با دانشگاه های ترکیه را کاهش خواهد داد و تمامی دانشجویان ترک را در آینده نزدیک از کشور خود اخراج می کند. نمایندگان آمریکا و روسیه در سازمان ملل متحد در حال آماده کردن پیشنویس قطنامه هایی هستند که هدف از آنها تلاش بیشتر برای جلوگیری از دسترسی داعش به منابع مالی است به گزارش خبرگزاری فرانسه پیشنویس هایی که در حال تهیه است تجارت نفت و آثار باستانی گروه داعش را هدف قرار میدهند سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز سهشنبه دهم آذر به خبرنگاران گفت پیشنویسی که ایالات متحده آماده می کند تحکیم بخش تلاش های اخیر شورای امنیت در رابطه با مسدود کردن منابع مالی داعش است در بهمن ماه سال گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد قطنامه ای را علیه منابع مالی گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره به تصویب رساند که در آن خریداران نفت از این گروه ها به تحریم تهدید شدند قطنامه تازه‌ای که خانم پاور از آن سخن گفته احتمالا تا کمتر از سه هفته دیگر ارائه خواهد شد در این مدت ایالات متحده ریاست دوره شورای امنیت را بر عهده دارد ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل نیز جداگانه به خبرنگاران گفت در مورد پیشنویسی برای سفت و سخت کردن مقابله با دسترسی داعش به منابع مالی گفتگوهایی انجام داده است تازه ترین قطنامه علیه داعش و دیگر گروه های در پایان آبان ماه و به پیشنهاد فرانسه تصویب شد خانم پاور همچنین گفت شاید دور بعدی رایزنی های بین در سطح وزرا برای یافتن طرح صلحی به منظور پایان مناقشه سوریه در نیویورک برگزار شود خانم پاور گفت اشتیاق قابل توجهی برای حفظ شتاب جاری به خصوص بحث در این باره که آیا برقراری آتشبس های محلی به شکلی سریعتر ممکن خواهد بود یا نه وجود دارد خانم پاور همچنین نشست آتی با حضور مخالفان سوری در عربستان سعودی را که انتظار می رود در ماه دسامبر برگزار شود حیاتی خان. عربستان سعودی از 65 چهره مخالف سوری دعوت کرده تا پیش از دور بعدی گفتگوهای صلح سوریه برای ایجاد اتحاد در مواضع خود بکوشند. جمهوری اسلامی ایران با برنامه نشست مخالفان سوری در ریاض مخالفت کرده بود حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه روز دوشنبه نه آذر گفت این قبیل اقدامات شتاب زده ارزیابی می شود آقای امیر عبداللهیان گفت در ویان توافق شد که نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با مشورتی فراگیر برای تعیین فهرست معارضان تلاش کند بنابراین اقدامات خارج از این بیانیه مورد تایید تهران نیست در همین حال بنابر گزارشات در روز سهشنبه ده آذر دولت سوریه و شورشیان برای پایان درگیری ها در شهر همس به توافق رسیدند فرماندار همس گفته است طبق این توافق که از هفته آینده به اجرا در می آید نیروهای مخالف دولت سوریه از آخرین منطقه تحت کنترل خود خارج می شوند نزدیک به دو هزار نیروی مخالفان طی دو ماه آینده به تدریج از این شهر خارج خواهند شد در مقابل نیروهای دولت سوریه گلوله باران این منطقه را متوقف می کنند و به محاصره آن پایان می دهند. طبق این توافق نامه آتش بس میان دو طرف برقرار خواهد شد و طرفین به مبادله زندانیان خواهند پرداخت و نهادهای دولتی بار دیگر در این شهر مستقر خواهند شد. در تحولی دیگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت مداخله روسیه در سوریه توازن قوا را در آن کشور تغییر داده این موضوع رئیس جمهوری ترکیه را خشمگین کرده و سرنگون کردن جنگنده روسی در همین ارتباط است آقای اسد که روز سهشنبه ده آذر با شبکه تلویزیونی جمهوری چک گفتگو کرد گفت اگر گروه های مسلح مخالف او اسلحه را زمین بگذارند مشمول عفو خواهند شد وی در این حال تاکید کرده است که گروه های حکومت اسلامی یا جبهه النصره به هر حال آماده ترک سلاح و مذاکره با دولت نیستند رئیس جمهوری سوریه خبر داده که تروریست ها در میان پناهجویانی حضور دارند که اخیرا راهی اروپا شدند. جنگ داخلی سوریه بیش از 250 هزار قربانی بر جای گذاشته است. میلیونها شهروند سوری نیز آواره شدند که به کشورهای همسایه یا دیگر کشورهای جهان پناه بردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از دیدار با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در حاشیه نشست جهانی تغییرات آب و هوا در پاریس یک نشست خبری رو داشت از آنجا که تنش در رابطه ترکیه و روسیه و جنگ لفظی رهبران دو کشور فعلا از مهمترین خبرهای منطقه استش در این کنفرانس خبری هم بحث بیشتر در مورد تحولات منطقه به ویژه همین موضوع اخیر بود در این رابطه آقای اروان رئیس جمهور ترکیه بار دیگه تلاش کرد که با یک لحن آرام مسئله رو تنها در یک چالش دیپلماتیک بررسی بکنه او گفته که تلاش ما بر این هستش که مسئله مذکور رو چگونه میتونیم در چارچوب دیپلماتیک و گفتگو به نتیجه برسانیم چرا که تنشهای های منطقه ای ما رو نیز آزرده میکنه روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ترکیه رو متهم به همکاری با داعش در زمینه خرید و فروش نفت کرده بود و حتی سقوط جنگنده کشورش رو در ارتباط با همین موضوع دانسته بود اتهامی که آقای ارام گفته بود که اگر ثابت بشه من از سمت خودم استفا خواهم داد اما از سوی دیگه احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه روز گذشته در دیدار با ینس استولنبرگ دبیر کل ناتو از روسیه خواسته به خاطر دوری از تنش و آسیب دیدن روابط دو کشور در تحریم های اقتصادی اعمال شده تجد نظر بکنه و گفته که کشورش قصد نداره به این تنش ها دامن بزنه در این حال آقای داودوغلو از شهروندان روس خواسته که به سفرهای توریستی خودشون به ترکیه ادامه بدن این درخواست در حالی صورت میگیره که میدونیم ممنوعیت سفر توریستی شهروندان روس به ترکیه بخشی از تحریم های اعمالی روسیه در قبال ترکیه هستش با وجود این باز هم نخست وزیر ترکیه گفت که کشورش قصد نداره در این رابطه از روسیه اصخایی بکنه چرا که به گفته او با اتهاماتی از قبیل خرید نفت از داعش توسط ترکیه و حمایت از آن نمیتوان واقعیت نقض حریم هوای ترکیه رو پنهان کرد او گفت که بحران سوریه تاکنون باعث بحران میان ترکیه و روسیه و حتی بین ناتو و روسیه نشده بود اما متاسفانه این نحوه برخورد روسیه باعث ایجاد تنش و بحران میان دو کشور شده اما یک خبر دیگه رو هم به صورت کوتاه بهش اشاره بکنم شامگاه سه شنبه انفجار در پل هوای محله ایران پاشا در شهر استانبول رخ داده بر اثر این انفجار که هنوز البته عاملان آن مشخص نشدن چیش های مترو شکسته شده و بنا به گفته شهردار استانبول تنها یک شهروند ترک جراحات سطحی برشه تا لحظه تنظیم خبر البته گزارش های بیشتری در این زمینه منتشر نشده اینکه عاملان این, این بمبگذاری چه کسانی بودند و یا انگیزه این بمبگذاری چی بود. پس از آنکه خبرگزاری دولتی ایرنا از تخلیه ایستگاه متروی شهید حقانی تهران در عصر روز سهشنبه دهم آذر ماه به دلیل شایعه بمبگذاری خبر داد نیروی انتظامی ضمن تکذیب بمبگذاری دلیل تخلیه ی این ایستگاه را اجرای مانور عملیاتی پلیس اعلام کرد گرچه این خبر دقایقی پس از انتشار از خبرگزاری ایرنا حذف شد اما برخی از وبسایت های خبری آن را بازنشر کرده بودند در همین حال بر اساس گزارش ها شایعی در شبکه های اجتماعی تلفن همراه منتشر شد که این بمبگذاری را به گروه تروریستی داعش منتصب می کرد. با این حال مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران بزرگ ضمن تکذیب این شایعه ها اعلام کرد که این مترو در راستای اجرای مانور عملیاتی پلیس تهران بزرگ در جهت حفظ توان و آمادگی نیروهای انتظامی بسته شده و هیچ تهدیدی مبنی بر بمب گذاری در ایستگاه شهید حقانی و یا دیگر مکانهای شهر تهران وجود ندارد. نیروی انتظامی همچنین اعلام کرد که عاملان این شایعه شناسایی شدند و به زودی دستگیر می شوند. روز 22 آبان نیز شایعی در شبکه های اجتماعی درباره بمبگذاری در ایستگاه مترو در میدان توپخانه تهران منتشر شده بود. خبر تاکسی به در ایستگاه حقانی در حالی منتشر شده است که بر اساس گزارش رسانه های ایران از هفته گذشته مأموران نیروی انتظامی به صورت گسترده در ایستگاه های مترو حضور دارند و افراد مشکوک را بازرسی می کنند. در همین حال وبسایت آمد نیوز روز چهارشنبه از حضور پرشمار نیروهای وابسته به سپاه پاسداران در پستهای ایست بازرسی در خیابان پیروزی تهران خبر داد این وبسایت همچنین ضمن انتشار تصاویری از حضور پرشمار معموران ضد شورش در خیابانهای تهران خصوصا در میدان تجریش خبر داده است حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز شنبه هفتم آذر دلیل افسایش معموران این نیرو و حضور یگانهای ویژه در خیابانهای تهران را انجام مانورهای ضد تروریستی و تمرین برای مقابله با تهدیدات احتمالی ذکر کرده بود. به گفته ای آقای ساجدی نیا در این تمرین عملیاتی یگانهای نیروی انتظامی از جمله نیروهای یگان ویژه نیروهای نامحسوس زن و مرد و تیم‌های چک و خنساسازی بمب حضور دارند. پس از حملات تروریستی پاریس در روز جمعه 22 آبان ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق گفته بود که سرویس اطلاعاتی کشورش به اطلاعاتی دست یافته حاکی از اینکه فرانسه، ایالات متحده و ایران در میان کشورهایی هستند که تروریست ها قصد دارند هدف حملات تازه قرار دهند. در پی این هشدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز سهشنبه 26 آبان گفت که دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی آمادگی برخورد کامل با هر اقدام احتمالی را دارند. در همان روز بهمن ریحانی فرمانده سپاه نبی اکرم کرمانشاه خبر داد که تیم‌های بسیاری از گروه حکومت اسلامی داعش که از دو سال پیش تا کنون در این استان مشغول فعالیت بودند توسط سپاه و وزارت اطلاعات دستگیر شدند. یک روز پیش از آن نیز محمود علوی وزیر اطلاعات با اشاره به گروه داعش گفته بود که در ماه محرم بیش از ده مجموعه تروریستی را کشف کردیم. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه سی آبان نیز از انهدام دو تیم تروریستی در استانهای آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان خبر داده بود. مارک زاکربرگ بنیانگذار شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرده است که 99 درصد از سهامش را که حدود 45 میلیارد دلار می شود به امور خیریه اختصاص می دهد. زاکربرگ 31 ساله و همسرش پرسیلا چان همزمان با انتشار خبر تولد دخترشان اعلام کردند که هر دوی آنها مدیریت پروژه‌ای را برای درمان بیماری ها، گسترش اینترنت در جهان و ایجاد پیوندهای اجتماعی و برابری بر عهده خواهند گرفت. آقای زاکربرگ این خبر را در نامه‌ای به دخترش مکس روی صفحه فیسبوکش اعلام کرد. آقای زاکربرگ در نامش به مکس نوشت مادرت و من هنوز واژه‌ای مناسب برای توصیف امیدی که تو برای آینده به ما میدهی را نیافته ایم. از حالا دلیلی برای تحمل در جهانی که امیدواریم تو در آن زندگی کنی به دستمان داده ای. این نامه نقش مهم فناوری در دستیابی به اهداف این زوج در پیشبرد پتانسیل انسان و برابری را پررنگ می کند. آقای زاکربرگ به دخترش نوشته بسیاری از بزرگترین فرصت ها برای نسل تو با دسترسی همگانی به اینترنت ممکن خواهد شد. پیش از داکربرگ، ثروتمندان دیگری مانند بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت و وارن بوفت گذار معروف آمریکایی هم بخش بزرگی از های خود را به امور خیریه اختصاص داده بودند بر جدیدترین آمار در آمریکا سالانه بیش از 350 میلیارد دلار صرف امور خیریه می شود. قرار است جزئیات بیشتری درباره این اهدا پس از بازگشت خانم و آقای زاکربرگ از مرخصی اعلام شود. آقای زاکربرگ گفته است او پست فعلیش به عنوان مدیر اجرایی فیسبوک را برای سالهای سال حفظ خواهد کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز سهشنبه دهم آذر ماه در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آن کشور اعلام کرده نیروهای تازه اقدامات خود را هماهنگ با دولت عراق انجام داده و به نیروهای دولتی و پیش های کرد در آن کشور یاری خواهند رساند آقای کارتر هدف از اعزام این نیروها را تحکیم و گسترش نبردها علیه گروه حکومت اسلامی خوانده است وی ای گفت این گروه از نیروهای ویژه قادر به انجام حملات آزادسازی گروگانها جمعآوری اطلاعات و دستگیری سران داعش است و قوای اعزامی در شرایطی خواهد بود که بتواند به طور یکجانبه عملیاتی را در سوریه نیز انجام دهد خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک مقام آمریکایی میگوید شمار نیروهای تازه تا دویست نفر خواهد بود که تیمهای یورشی هوایی و دیگر گروهها را در بر میگیرد و به احتمال زیاد پایگاه اصلی آن در اربیل خواهد بود در همین حال هیدر عبادی نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای در این رابطه از همکاری خارجی استقبال کرده اما میگوید دولت عراق باید هر گونه اقدامی از این نوع را تصویب کند نخست وزیر عراق تاکید کرده است که نیازی به نیروهای خارجی زمینی در آن کشور نیست هرچند مشخص نیست منظور او حضور نیروهای ویژه تازه نیز هست یا نه خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای دولتی آمریکا که نامشان فاش نشده میگوید در مورد طرح تازه پیش از آنکه از سوی کارتر اعلام شود مذاکراتی با دولت عراق انجام شده و در نهایت موافقت بغداد نیز کسب شده است از سوی دیگر اما همین خبرگزاری گزارش داده است که گروه های شبه نظامی شیعه تهدیدهایی در رابطه با حضور نیروهای تازه نظامی ایالات متحده انجام دادند. سخنگوی کتایب حزب الله گفته است نیروهای تازه آمریکایی هدف اصلی گروه ما قرار خواهند گرفت. وی گفته است ما قبلا علیه آنها جنگیده ایم و باز هم حاضر هستیم این کار را از سر بگیریم. یک مقام دولتی آمریکا گفته است واشنگتن در حالی که طرح عملیاتی این نیروهای محدود را آماده می کند همچنان از نزدیک با متحدان خود در بغداد در مورد محل اعزام آنها نوع معمولیت ها و نحوه پشتیبانی از نیروهای دولتی همکاری خواهد کرد. در همین حال وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد که جنگنده های این کشور روز هشتم آذر ماه در حملات هوایی ائتلاف بین المللی علیه تأسیسات نظامی گروه داعش در عراق شرکت کردند. وزارت دفاع فرانسه تصریح کرده است که در این عملیات تأسیساتی در منطقه القائم در خاک عراق هدف قرار گرفتند که گروه داعش از آنها برای نگهداری و منتاج مواد انفجاری در ابعاد گسترده استفاده می کرده است. در این حمله پانزده جنگنده به فرماندهی آمریکا شرکت داشتند. عملیات بمباران تأسیسات داعش به مدت یک ساعت به درازا کشیده است. منطقه القائم در استان الانبار در نزدیکی مرز سوریه واقع شده است. منابع نظامی فرانسه میگویند که این کشور به طور متوسط روزانه چهار تا پنج پرواز علیه مواضع داعش در عراق و سوریه انجام می دهد. افزایش عملیات غرب در عراق و سوریه در حالی صورت میگیرد که پارلمان بریتانیا نیز قرار است روز چهارشنبه یازدهم آذر ماه درباره شرکت این کشور در حملات هوایی علیه گروه داعش در سوریه رأی گیری کند رهبر حزب کارگر بریتانیا جرمی کوربین تصمیم گیری در این باره را بر عهده نمایندگان این حزب در پارلمان گذاشته و به این ترتیب راه را برای تصویب طرح دولت بریتانیا برای شرکت در بمباران هوایی مواضع داعش در سوریه هموار ساخته است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته است این حرف که توافق جامعه اتمی ایران با گروه پنج به علاوه یک برجام به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده سبک و جسارت آمیز است. از زمان حصول توافق جامعه اتمی میان ایران و گروه پنج به علاوه یک که اوایل تابستان امسال به دست آمد برخی از چهره های سیاسی اصولگرا از این توافق انتقاد کرده و گفته بودند به دلیل اینکه به زعم آنها در این توافق همه خطوط قرمزی که آیت الله خامنه ای ترسیم کرده بود رعایت نشده دولت با قبول توافق آن را به رهبر ایران تحمیل کرده است آقای لاریجانی این موضوع را رد کرده و گفته در موضوع هستهای جلسات متعددی در شورای عالی امنیت ملی انجام شد که برخی از آنها در حضور ایشان صورت می گرفت بنابراین نباید عنوان کرد که این موضوع به ایشان تحمیل شده است در خبری دیگر در ارتباط با برجام رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه ده آذر اعلام کرد پس از گزارش فنی آژانس درباره پی ام دی نشست ویژه شورای حکام در 24 آذر تشکیل و قطنامه پنج به علاوه یک در این زمینه بررسی می شود آقای نجفی درباره اظهارات جدید آمانو مبنی بر اینکه گزارش پی ام دی نه سیاه و نه سفید گفت آژانس می تواند فنی نظر بدهد اما خیلی از موضوعات مطرح شده در موضوع پی دی بیشتر جنبه سیاسی دارد نماینده ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اینکه گفته شده است که موضوع پی ام دی سیاه و سفید نیست، در واقع در اختیار خود آژانس است که آقای آمانو باید در این زمینه توضیح دهد و پاسخگو باشد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در 29 مهر امسال در نامه ای به رئیس جمهوری ایران اعلام کرد اقدام در مورد نوسازی رآکتور عراک و معامله اورانیوم غنی شده موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی تنها زمانی آغاز خواهد شد که آژانس پایان پرونده موضوعات حال و گذشته جنبه های نظامی را اعلام کند. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شامگاه دوشنبه 9 آذر در یک برنامه تلویزیونی گفت اگر آژانس به وظایفش عمل کند ایران درباره عراق و مواد غنی شده اقدامات بعدیش را انجام می‌دهد. آقای لاریجانی در پاسخ به سوالی در خصوص برجام و ارتباط پرونده هسته‌ای با مسائل دفاعی و موشکی به کشور گفت برخی کشورها ادعایی را علیه ایران مطرح کردند که ایران در خلال دانش هسته‌ای سراغ تولید سلاح هسته‌ای رفته است که این تنها یک ادعا بود به همین دلیل از آنها خواستیم تا مستنداتشان را ارائه کنند مستنداتی که به ما ارائه کردند بسیار ضعیف بود اما این پرونده بین ایران و آژانس به دلیل مسائل سیاسی در رفت آمد بود تا اینکه در مذاکرات اخیر هسته‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای به درستی خواستار تعیین تکلیف این پرونده شد آقای لاریجانی ارزیابیش از سرنوشت اجرای برجام را مثبت اعلام کرد و گفت البته ایران هم برای اجرا شدن برجام و هم برای اجرا نشدن آن فکر و برنامه دارد دو روز پس از آنکه پلیس کنیا گفت و شهروند این کشور را به زن ارتباط با یک گروه ایرانی دستگیر کرده که قصد انجام حملاتی در داخل خاک کنیا را داشتند ایران هرگونه ارتباط با این افراد را تکذیب کرده است جوزف بوانت رئیس پلیس کنیا شنبه گذشته با اعلام دستگیری دو متهم عملیات تروریستی در این کشور گفت اطلاعات غیرقابل انکاری در اختیار دارد که نشان میدهد دستگیر شدگان توسط سرویس های جاسوسی ایران به کار گرفته شدند تا علیه منافع کشورهای غربی و کنیا عملیات تروریستی انجام بدهند سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در نایروبی روز سهشنبه ده آذر با انتشار بیانیه‌ای هر گونه پیوند میان دو فرد دستگیر شده در کنیا و سرویس های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی را تکذیب کرده و اطمینان داده که جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری با حکومت کنیا در زمینه مبارزه با تروریسم است جوزف بوانت رئیس پلیس کنیا روز شنبه 28 نوامبر گفت که دو مرد با نامهای ابوبکر صدیقلو 69 ساله و یاسین سامبای جمعه 25 ساله بارها به ایران سفر کردند. به گفته وی شواهد انکارناپذیری ناپذیری در دست است که نشان می دهد که این دو مزنون از سوی یک حلقه جاسوسی ایرانی استخدام شده بودند. رئیس پلیس کنیا مأموریت این حلقه ایرانی را انجام حملات تروریستی در نایروبی نه تنها علیه منافع غربی ها بلکه علیه مردم کشور عنوان کرده است یک سال پیش هم پلیس کنیا اعلام کرد دو ایرانی را بازداشت کرده که قصد داشتند با گذرنامه جعلی اسرائیلی وارد کنیا شوند پلیس گفت این دو نفر را به زن دست داشتن در عملیات تروریستی دستگیر کرده است شهروندان اسرائیل و آمریکا تا کنون چند بار در کشور آفریقایی کنیا هدف حمله قرار گرفتند چهار سال پیش دادگاهی در آمریکا ایران و سودان را متهم کرد که در بمبگذاری های تابستان 1998 کنیا به شبکه القاعده کمک کردند. وزارت خارجه ایران این اتهام را رد می کند. در آن بمبگذاری در نزدیکی سفارتخانه های آمریکا در دو کشور آفریقایی کنیا و تانزانیا بیش از دویست نفر کشته شدند.